بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من مجلس القرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك بشما این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس يغرق بولترزي كما كيتشن ايات مشا ياد كنن وقت را كما گفتم به ملائكه سجده كنن به ادم سجده كرد همگي مگر ابليس سجده نكرد. كان من الجن ففسق عن امر ربه بود شيطان از جن از چيز از جمله جن در ماده خلقت در ماده چی خلقت غیر ماده خلقت. ما روز گفتیم که بدون از این شما چیز دیگه نگیرین که الاخ هر دوی از این چیستا یکی است، بلکه ابو الجن گفتیم جن جداست و ابلیس جدا. ففسق فخرج پس بیرون شد از امر پروردگارش. امر پروردگار همی بود که با آدم باید چی بکنه؟ سجده بکنه نکرد. افتتخذونه ای مردم ای انسان ها زمانی که ابلیس علیه اللعنه جن امی قسم کار کرد که با آبای شما سجده نکرد، الله متعال که آدم را پیدا کرد و امر کرد که سجده بکنین یا سجده نکرد، افتتخیدونه آیا این ظلم نیست که شما باز هم امی شیطان را میگیرین و ذریته و ذری شیطان را میگیرین اولیاء اندوستا من دونی بغیر از ما و هم لکم عدو در حالی که اینمی ابلیس امرای اولادیش به شما دشمن است. بئس للظالمین بدلا چقدر بد است به ظالما که بدل میکنه. چه بدل میکنه؟ ایوازی که الله را ولی بگیره شیطان ولی میگیره، ایوازی که الله کی را پیدا کرد به دست خود اکرامش داد و به خاطر از این شیطان را از رحمت خود ران مطرودش ساخت، باز هم امو دشمن را چی میگیره؟ دوست میگیره و دوست را دشمن میگیره. پس امیج است که انسان فطرتاً در اینجا میبینیم که در انتخاب یا تفکیک دوست و دشمن مشکل داره. اکثرا یعنی کلا را اگر نگوییم اکثرا انسان ها در تفکیک دوست و دشمن خود چی داره؟ مشکل داره. پس به امو چیزهای ظاهری فریب میخوره، هر چیزی که ظاهر برش معلوم شد پس اگر بسیار کسی چپلوسی برش کرد به زبان میگه نمی چیست دوست ماست. اگر یک کسی بسیاری را دوست داشت ولی زبان متملق نداشت، چپلوس نبود برش، باز گمش کو با وجودی که در قلبی را محبت داره، با وجودی که خیرخواه از شاید باشه، ولی او را باز با دشمن میگیره. افتتخذونه و ذریته اولیاء آیا میگیرین شما امی شیطان و ذریش دوست ها من دونی بغیر از من و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
مشاهد نگرفتم ایشان را در پیدایش آسمان ها و زمین و نه هم در خلق نفس هایشان و ما کنت و نبودم متخذ المضلین که بگیرون گمراه کننده ها را مضلین گمراه کننده ها را یعنی مراد شیاطین و کسایی که انسان ها بنده های صالح الله را گمراه میکنند عبودا اعوان و انصار کمک کننده و یوم یقول و یاد کنین روز را که میگن نادو ندا میکنن شرکایی آواز بکنین امون شرکایی مرا در روز قیامه الله متعال میگه ای مردم شما خو با ما شریک مقرر کردین احمد و محمود و فلان فلان گفتن که شریکای الله هست اینا ما را به الله میرسانن امون شریکای ما کجاستی؟ آواز بکنین نه ما خو در پیدایش آسمان و زمین و نه هم خلقت خود شما کسی را عدود گرفته بودم کسی را عدود با اصل بازو را میگه بازو هم چیست در وجود انسان بسیار چیز قوی است. پس الله میگه اعوان و انصار کسی را ما نگرفتیم و اگر شما میگین که ما شریک دارم امو شریک های ما را که در دنیا آواز میکدین و میگفتین کی ما را به الله نزدیک میکنه این شریک های الله است اما را آواز بکنین الذین زعمتم کسانان را که شما گمان میکردین فدعوهم پس بطلبینشان را فلم یستجیبوا لهم فدعوهم ای گپ خلاص شد پس بطلبینشان را خب میطلبن نمیاین صحیح است به خاطری که در اونجا اونا نه از خود چیز دارن و نه هم از دیگرا نه به خود چیز رسانده میتارن نه به دیگرا مثل که در دنیا مالک نفع و ضرر نه از خود بودن نه از دیگرا نه ضرر از خود دور میکردن و نه هم منفعت را به دیگرا رسانده میتونستن پس در اونجا هم فلم یستجیبوا لهم هرگز برشان اجابت کرده نمیشه و جعلنا بینهم و جعلنا بینهم موبقا و میگردانیم ما در بینشان مهلک هلاکت اینا را هلاک میکنیم اینا شریک هستن دمو عذابی که به اینا و به مو بتایشان به مو کسانانی که اینا را پرستش میکرد اینا اونا را شریک الله قرار داده بودن در عذاب مشترک هستن و را المجرمون و میبینن مجرما گناهکارا کسایی که در دوزخ رفتن النار آتش را فظنوا پس یقین میکنن که انهم مواقعوها ایشان میفتن دمیاتش و لهم و لم یجدوا عنها مصرفا و لم یفن بخود هیچ جایی که برگشت یصرفون الیه جایی که از او بر بگردن و ما بیان کردیم در قرآن کریم به مردم هر چیز را من کل شی و کان الانسان اکثر شی جدلا و کان من الجن بود ابلیس از چیز از جن دهی فقط یک نکته که دیگه جای ان شاء الله بر یک جای دیگه هم خاتمه ده پاره 16 ده دیگه باز این قصه را خاتمه یکم ده پاره 23 ده سوره سات یک جای تکرار خواهد شد این کلام مستنف است آمده ده اینجا الا ابلیس از این مستثنا شده ظاهر از این موضع تقاضا داره که ابلیس نبود از ملائکه این را به خاطر برات بگم که قول ضعیفی است که گویا ابلیس از جمله ملائکه بود و ما پیشم برات گفته بودم که نظری که گویا بگوین که ابلیس از جمله ملائکه بود یا ملائکه شاگردای ابلیس بود این نظر چیست؟ دروغ است گفته بودم و استثناء در اینجا منقطع است خو استثناء متصل اگر می بود باز جن از جمله ملائکه می شد بعضی میگه که نه جن از جمله ملائکه بود تا یک وقت پس از اینکه سرکشی کرد برآمد و یا این میگه که گویا عزیز اینطور جواب گفته میشه که میشه در صنف ملائکه یک جا قرار گرفته باشه به خاطر که پیش از این که با الله متعال امرش بکنه که با آدم سجده بکو در پالوی ملائکه و جن ها همه چیز شیطان هم چی میکرد؟ الله را عبادت میکرد و قد یجیب عن ذلك قال انه کان من الملائکه بانه کان هنا بمعنی ساره پس اینجا کانه را به معنی ساره میگیریم گشت صحیح؟ کانه به معنی چیز؟ ساره گشت نمیگیم که بود بلکه گشت ای خرج بیرون شد از صنف ملائکه الی صنف جن یعنی که ملائکه از ایشان بود یا قومی قال لهم جن و هم الذین خلقوا من النار یا ملائکه گویا که یک طایفه دیگه داشت از خود که اونا از نور نه بلکه از آتش آفریده شده بودن ولی این قول هر کس تایید نمیکنه پس گفته میتونیم که شیطان یا جن از ماده خلقتش از آتش است دو وقت که بود کان من الجن به این معنی که قبل از اینکه چیز شوه با آدم علیه الصلاة و السلام سجده بکنه
ابلیس که به نام کنش ابو مره بودا نامشم گفته بدیم، نامشم گفته بدیم. پس اونمو وقتی که سرکشی کرد از امر الله رانده شد. و ما منع الناس، منع نمیکنه مردم را ای که ایمان بیارن وقتی که آمد برشان هدایت و توبه بکنن به الله، مگر ای که بیای برشان همو سنت امتهای گذشته یا بیای برشان انواع عذاب گوناگون. و ما نرسل مرسلین، ما نفرستادیم پیغمبرها را الا خو مگر فرستادیم. هدف از ارسال رسول چیست؟ هدف از ارسال رسول چیست؟ الا مبشرین و منذرین. دو وظیفه داره پیغمبرا، یکی بشارت میته بر تو، خوشخبری میته به جنت و تو را میترسانه از عذابهای گوناگون الهی. و یجادل الذین، و مجادله میکنه کسای کافر شدن به باطل بنا حق، لیدحیتو، تا که از بین ببرن، لیبطلوا، از بین ببرن بهی به مجادلهشان الحق، قرآن را، نبوت را، رسالت را، ولی کار نمیتونن. و اتخذوا، و میگیرن آیات، آیات های ما را هزوان برشخندی، و ما انذروا، آن چیزی که ما بیم دادیم ایشان را هزوان به مسخرگی. و من اظلمو، کیست بسیار ظالمتر از کسی که ممن ذکر به آیات ربه، از کسی که پند داده میشه برش به آیات پروردگارش. ببین انذار برش داده میشه، تبشیر برش داده میشه، خوشخبری برش داده میشه، فاعرض عنها، ولی این بدبخت از امو آیات الهی، از امو بشارت های الهی، مژده های الهی و انذار هایی که الله برش داده هیچ پند نمیگیره، نه به بشارتش امیدوار میشه و نه هم به انذارش چی میشه، بیم میگیره. فاعرض عنها، پس رو میگردانه از او. و نسی ما قدمت یدا، و فراموش میکنه آن چیزی که ای انجام داده از دستاش. چی کرده؟ یعنی گناهی که کرده ای فراموشش میشه، نمیفهمه که هر گناهی که انجام داده و توبه نکرده در روز آخرت به او چی میشه؟ مجازات میشه. اینا جعلنا على قلوبهم، یقینا ای تسلیت از به پیغمبر علیه السلام که غم نخو، یا که قبول نمیکنن، استهزاء به آیات ما میکنن، اعراض از انذار رسول میکنن، اعراض از آیات ما میکنن. اینا جعلنا على قلوبهم، یقینا ما گذاشتیم، انداختیم، خلق کردیم، پیدا کردیم، انداختیم در قلب هایشان اکینتن، پرده های بسیار را، اغطیه کثیره و مانعه، اکنه چرا میگه پرده های زیاد را، اغطیه این یفقهوه، امی پرده سبب میشه که یا نمیفهمن. ما انداختی میره پرده که این یفقهوه که بدانن، بلکه جایی که پرده بود او جمانه میشه که دیگه چی دو داخل شده نمیتانه، نه ای که پرده در قلب هایشان. و فی آذانهم وقرا، و در گوش هایشان صم، گرنگی، مثل سرب آهن واره، مثل سر باره ما انداختیم که شنیده نمیتونه. وقتی که نشنید طبیعی است که در قلب کار نمیکنه. باز میرم به اونم گپ ابن قیم که میگفت که دروازه های هدایت چیزهایی که قلب از او وعی میگیره، میفهمه، علم میگیره، سه تاست. پس یکیش هم گوش بود، گوشی که پرده داشته باشه دیگه نمیشنوه، و خود قلبش که پرده داشته باشه در کجا کار بکنه؟ چشمش که الله پرده انداخته باشه از کجا ببینه؟ زبانش که الله گنگ ساخته باشه از کجا بگه؟ و ان تدعوهم الی الهدى، اگر ایشان را طلب کنی پیغمبر به طرف هدایت اسلام، فلن یهتدی ایدن ابدا، هرگز اونا قبول نمی کنن، هرگز هدایت نمیشن ابدا هرگز. و ربک الغفور ذو الرحمه، مجده به مسلمان ها، به هر کسی که میخواهد توبه بکنه. پس پروردگارت، و ربک الغفور، پروردگارتو است بخشاینده، ذو رحمه، ذو رحمت واسعه، این رحمتی سبقت غضبی، لا تقنطوا من رحمة الله انه يغفر الذنوب جميعا، ان الله يغفر الذنوب جميعا. شما از رحمت الله مایوس نشین وقتی که توبه میکنین، ولو که هر قدر گناه کلان باشه، ولو شرک باشه، کفر باشه، زمانی که مسلمان توبه کرد الله توبهش میپذیره و قبول میشه ان شاء الله، به شرط که امو شروط چی باشه؟ داش توبه باشه. صاحب رحمت است، لو یؤاخذهم، الله اگر رحمتش سبقت نمیکرد بالای غضبش، اگر بگیره ایشان را بما کسبو، با آن چیزی که گناه کردن، کسب کردن، لعجل لهم العذاب، الله با سرشان خامخواه تعجیل میکنه عذاب را، دفتن میگیرش، بل لهم، بلکه نه، الله دفتن نمیگیره، بخاطر گفته بودیم که الله هر کارش بنا به یک جدول زمانی تقسیم بندی کرده به خود. پس وقتی که یک انسان عادی بار بار گفتیم که به خود یک تقسیم اوقات
جور میکنه. الله تمام کائنات پیدا کرده تا روزی که هست همیشه با یک جدول با یک تقسیم اوقات برابر کرده. بل لهم موعد، بلکه است امو وقت موعد، امو جای عذاب که تعیین کردیم. لن یجدو من دونه، ارگز پیدا نمیکنن بغیر خدا موئلا، هیچ جای منجا و هیچ جای ملجا، جایی که نجات پیدا بکنن، جایی که به او رجوع بکنن، جایی که از عذاب الهی یار نجات بتا، کسی که نجات بتا کسی دیگر نیست فقط ذات الله. و تلک القرى، امی قریه هایی که ای اهل قریه که تیر شد، که مثال هایش بر ما داد، از قوم نوح بود، قوم لوط بود، قوم عادیا بود، سمودیا بود، اصحاب ایکه بود، قوم فرعون بود، اهلکناهم، همیشه ما هلاک کردیم. خوی هلاکت ما ظلم نبود، هلاکت ما به این خاطر بود که لما ظلمو، هر وقتی که وا بالایشان ظلم کردن. ظلم چی بود؟ تکذیب الرسل، صحیح؟ ظلم چی بود؟ عدم اجابت دعوت رسول که می گفت که الا تعبدو الا الله. ظلم چی بود؟ وضع شی در غیر محلش. و وضع بزرگترین وضع شی در غیر محلش چی بود؟ که عبادت الله را به غیر الله می دادن، صفات الله را به غیر الله می دادن. پس از این جهت الله میگه ما هلاکشان کردم. و جعلنا، و ما گردانیدیم، لمهلکهم، لهلاکهم، به هلاک کردنشان، موعدا، وقت، موعد. ایتو نیک کار دیروز امروز شده باشه، الله دمو ثانیه و لحظه و دقیق تعیین کرده بود، دمو وقت برای چه میکنه؟ عذاب میکنه. ابن کثیر میگه اینجا معنایی است که ای مشرکین احضرو، بترسید ای مشرکا، ان یصیبکم، که برسه شما را، مثل ما اصابه، مثل آن چیزی که رسیده بود اصابهم، قومای گذشته را، از اونا پن بگیرین. الله قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود را که هلاک کرد با اونا یک وقت این کرده بود. فقط کذبتم، به تحقیق شما تکذیب کردین، اعظم نبیین، بزرگترین پیغمبر محمد علیه الصلاۃ والسلام را. وقتی که سمودیا هلاک شدن به خاطر تکذیب صالح شدن، قوم نوح زمانی که غرق شد به خاطر تکذیب نوح شد، عادیا وقتی که دچار عذاب شدن به عذاب گرفتار شدن به خاطر که هود علیه الصلاه و السلام تکذیب کردن. و شما افضل الرسل، اعظم نبی صلی الله علیه و سلم، ایره تکذیب میکنین. ولستم، و نیستین شما، به اعز منهم، که شما از وا کرده عزیزتر باشین، قوی تر باشین. نه، اونا میگفت که من اشد منا قوه، کیست از ما کرده دیگر قوی تر؟ اونا بودن که کمترین عمرشان 300 سال و بزرگشان چقدر بود؟ 1000 سال بود، ولی الله خواست هلاکشان کرد. اونا بودن که جسه هایشان چقدر قوی قوی بود که حتی میرفتن در کوه به خودخانه میگرفتن جور میکردن، صحیح؟ اما الله وقتی که خواست عذابشان کرد. بترسین از عذاب الهی که شما را هم مثل ما اصابهم، مثل عذاب بگیره. ولستم، چقدر خوب چی میمونه، و نیستین شما از وا کرده قوی تر منهم. و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. و اذ قال موسى، از اینجا قصه سفر موسی علیه السلام امرای خضر علیه السلام. خضر نه، خو اصلیش خضر میگه مردم، اصلش خضر است، خضر. پس یک بار ترجمه آیت هم میخوانیم تا جایی که قصهش خلاص میشه زود، بعد از او قصهش هم میگم. یا خوب است که اول قصهش بگویم که خلاص شد و که ترجمه برای ما آسان شد. قصه خضر، کسی اگر میخواه که یک کمی در موردش کمی معلومات داشته باشه، یگان نکته را امرای خود بگیره. البته اگر من تستش گفتم او کم کم قسم اشاره واره به خود بگیره تا که نشه باز یک وقت به دردش بخوره. سفر موسی علیه السلام به سوی مجمع البحرین. این سیومین قصه است که بر ما بیان میکنه در این سوره. اول قصه اصحاب کهف بود در این سوره اصحاب کهف، بعد از او قصه عمود و برادری بود که برش از پدر میراث مانده بود از بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل بودن، که یکیش گرفت اموال خود را انفاق فی سبیل الله کرد و دیگیش باغ و بستان و این چیزا به خود جور کرد و الله متعال براخره هلاک کردش، دنیا را ترجیح داد آخرت فروخت. سیومین قصه در این سوره
قصه سفر حضرت موسی علیه السلام است که می روید. در بخاری و در مسلم از عبی ابن کعب رضی الله تعالی عنه روایت شده که پیغمبر علیه السلام امی داستان قصه حضرت موسی علیه السلام را امرای خضر که از کجا سرچشمه گرفت، علت چی بود، از امی جا ما مکمل بیان میکنه. اینمی حدیث، خیر عربیش نمیگم، برات فارسیش برات میگم، اگر کت خود گرفتی انشاءالله العزیز تمام قصه برات باز زیاد واضح میشه. پیامبر علیه السلام فرمود موسی علیه السلام در یک مجتمع بنی اسرائیل خطبه ایراد میکرد، یعنی خطبه میگفت در جای. از کسی ازش پرسید در این عصر، یعنی در این زمانه که ما زندگی میکنیم، بیشتر علم کی داره؟ کی بیشتر عالم است؟ چون که موسی علیه السلام خب پیغمبر بود و میفهمید که طبیعیست که اعلم الناس در اینجا پیغمبر است. در روی دنیا که وحی به کی میاد؟ به پیغمبر میاد. در جواب موسی علیه السلام گفت که انا ماستم بیشتر عالم، از ما که در خوبتر عالم دیگه در روی زمین فعلا نیست در این عصر، ما خوبترین عالم ها هستم. از این که و این که حقیقت علم را به الله توفیض نکرد، الله متعال او را مورد عتاب قرار داد و دفعتاً برش جبریل میگه که ای موسی غلط کردی قرار داد و برایش گفت، من الله برش گفت، من در مجمع البحرین بنده ای دارم که از تو کرده داناتر است، از تو کرده عالمتر است. موسی در جواب گفت چگونه می توانم به او برسم؟ چطور میشه که من او جا برسم؟ الله متعال برایش گفت، خب قصه را سعی کنیم که نمی تفسیر کل امی چند آیت است. خب ماهی را بگیر، دمو توشه راحله یا چیزی که بس با بستره بایکه که در سفر امرای خود گرفتی، دمو جبان بگذار و بسوی او یعنی مجمع البحرین حرکت کن. مجمع البحرین که کجاست ایره مبرد میگم، هر چیزی که در یه حدیث آمده یکا یکا جاها انشاءالله العزیز یکا یکا مبرد میگم که در موصله قصه خضر علیه السلام انشاءالله برد مشکل نمیمانه. و در هر جایی که ماهی را فراموش کردی، آن شخص یعنی بنده صالح الله همو جهز. موسی علیه السلام بنا به دستور الهی با یوشع بن نون که قصهش وقت تیر شد برای ما در قصه موسی علیه السلام که از جمله خادمانش بود حرکت کرد و در نزدیک صخره رسید. صخره امو سنگ است که قصهش در آیت برای ما میاد. صخره به معنی سنگ بزرگ. و موسی جهت رفع خستگی در همان جا استراحت کرد. موسی به خواب رفت و نزد امو صخره سنگ یک چشمه قرار داشت که به نام چشمه حیات مشهور بود یا به نام چشمه حیات گفته می شد. از آن چشمه بر هر حیوانی که آب می رسید آن حیوان زنده می شد. این هم یکی از معجزه های موسی علیه السلام بود. خواه در همی انگام قطره از آب به می ماهی که موسی و یوشع بن نون امرای خود برده بودن یک قطره آب به می رسه و این هم از معجزه های موسی است. به ماهی به طور خارق العاده می رسد. ماهی زنده شده و حرکت کرده و از توشه موسی بیرون شده به دریا رفت. ماهی را که به خاطر خوردن خود برده بود، خواه یوشع بن نون را گفته بود که ما تو طرف یک سفر داریم و امرای خود یک چیز را بگیر که بخوریم. چی بگیری؟ ماهی. و این حدیث جعلی هم نیست، حدیث در بخاری مسلم است. از اموج مفسرین از بس و احادیثی را گرفتند.
هنگامی که ماهی داخل دریا شد، آب از بالا و پایین او منجمد شد، مثل سخت وارد شد. امی او از بالای ماهی، از پایین ماهی مثل تاخچه وارد برزدی شد، یخ زدگی، و به شکل تاق جور شد. ماهی در میان آن باقی ماند. ماهی دیگه نامد پیش موسی. خو ماهی همون جمان خلاص. اینمی حکمت الهی است که در اینمی جا باز میره خضر علیه السلام را موسی دمی جا پیدا میکنه. این صحنه را یوشع بن نون میبینه اما فراموش میکنه که به موسی بگویه. این دیگه حکمت الهی که یوشع بن نون این صحنه را میبینه اما الله از یادش میبره که به کی قصه نمیکنه؟ به موسی قصه نمیکنه. بعد از سفر یک شب و یک روز یا کمتر در جای دیگه میرسن. موسی علیه السلام با یوشع میگه ای یوشع، امو یک چیزی که خوراک کباب گرفته بودیم، خال بسیار گشنه شدیم، اما ماهی را بیار که بخوریم. این اینجاست که یاد کی میایه؟ یاد یوشع میایه. یوشع میگه که با یوشع میگه امو غذای چاشت ما را، امو ناری که تیار کرده بودیم که ماهی بود، امو را خوب بیار بخوریم. یوشع میگه آه، او را خودم در اونجا فراموش کردم در پیش سنگ کلان، این در صخره، در پیش صخره در موجه فراموش کردم و از پیش من موجه مان. اینجاست که موسی علیه السلام میگه که اصل هدف یافتم. پس حرکت بکو، هدف سفر موتو هم اونمو صخره است. اونموجه که برسیم کل هدف ماست. پس وقتی که پس دنیم پیش صخره میان به خاطر گرفتن ماهی کمی جا یادشان رفته، اینجا موسی امرای خضر علیه السلام روبرو میشه. حکمت فهمیدین؟ که اونجا یادش رفت که با موسی بگویه و ماهی در اونجا ماند. دوباره وقتی که میان بر میگردن که اونجا یک چیز ما مانده در اونجایی که یادشان رفته، فاینی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره و اتخذ سبیله فی البحر سربا. دوباره آمدن در اونجا که رسیدن میبینن که خضر علیه السلام در اونجا است. در اونجا که میان میبینن که در جای اونمو صخره کسی استراحت کرده، یعنی کی بودو؟ خضر علیه السلام. موسی گفت این نشانه امان هدفی است که ما سراغ آن را برآمدیم، و دوباره به طرف صخره رفت. در اوجه مرد را دید که امرای چادر، دو روایت است در دو تفسیر میگه، کسی میگه که خوابیده بود، قرطبی مثل که نقل کرده چادر سر خود کش کرده بود، در تفسیر میگه که نه ششته بود اما تو چادر سر خود چی کرده بود؟ انداخته بود، چادر به سرش کش کرده نشسته بود یا خوابیده بود. موسی علیه السلام به او سلام داد، به می کسی که ششته که این خضر است که آمده موسی علیه السلام از این چند چیز را تعلیم بگیره. بعد از جواب سوال پرسید در سرزمین تو کی؟ پرسید خضر، پرسید از موسی، پرسید که در سرزمین تو اسلام از کجاست؟ اسلام در کجاست در سرزمینت؟ موسی علیه السلام خود معرفی میکنه و میگه که من چیستم؟ موسی پیغمبر بنی اسرائیل هستم که به امر الله پیش تو آمدیم تا چند وقت را و چیزهایی را از تو بیاموزم. خضر برایش میگن یا موسی، این جزء حدیث عربی براتون میگم، یا موسی اینی علی علم، یقینا ما هستم با یک علم، من علم الله تعالی، از علم الله متعال، علمنیه الله، علمنیه الله، الله او را به ما تعلیم داده، لا تعلمه و تو را نمیدانی. حدیث به خاطر برتا ایش عربی گفتم که در اینجا باز یک نکته بارکی بود طرف بین که آیا خضر پیغمبر بود یا نبود، وجه استدلال از این حدیث میشه. و انت علا علم، و توستی با یک علم یعنی نبوت، علمکه الله، الله تو را او را یاد داده امو علم نبوت را، لا اعلمه، ما او را نمیدانم. پس چیزی که پیش ما است تو نمیدانی، الله چیز را بر ما داده و چیز را که بر تو داده ما نمیدانم. در این حدیث معلوم میشه که خادم موسی یوشع بن نون است و مردی که پرسان کرده میشه خضر علیه السلام است. در موسی باز تعداد مفسرین گویا یک نظر ضعیف دارن، غلط دارن که گویا این موسی موسی بنی اسرائیل نبود، ولی مفسرین رد میکنه که نه، اینجا موسی امو موسی است که در بنی اسرائیل پیغمبر بود، موسی بن عمران نبی الله،
و یک قوم گفته که موسی دیگه است، تصحیح میگه که این قول باطل است. ابن عباس از ابن عباس هم همینطور نقل شده. خیر مجمع البحرین کجاست؟ کیا آمدند به کجا؟ با مجمع البحرین. مکان اجتماع دو بحر و رفتنشان در یک جا، این را مجمع البحرین میگه. آلی که در کجا موقعیت داره؟ تفسیر منیر و حوزهیلی رحمه الله او یک بعض الفاظ خوب مشرح و تقریبا جامع این را بیان کرده بود. بنابرای اکثریت علما میگه بحر فارس و روم است. بحر که از فارس و از روم میایه هر دو در یک نقطه جمع میشه، این میره مجمع البحرین میگه. یعنی جایی که روبرو میشه بحر احمر با محیط هند، با محیط چی؟ هند. این میره مجمع البحرین میگه. در باب المندب، در باب مندب کدام جایی است که در اونجا هر دو یعنی در اون موقعی که یک جا میشه. بعضی گفته که قول دوم ملتقای بحر روم است، یعنی جایی که بحر روم و بحر اطلنطی اردوش به توی است با هم روبرو میشه، که مراد اینجا ملتقا شدن بحر ابیض متوسط، بحر سفید ابیض که میگم نه، بحر ابیض متوسط و بحر اطلس است. در کجا؟ در وقت در جای تنگی جبل طارق عند قجنه یا دجنه که برش میگن، و ای همون جایی است که وعد فیه موسی بلقاء خضر. خضر کی بود؟ خضر اصل نامش بلیا یا ابلیا، هر دو آمده، بلیا یا ابلیا، بن ملکان، بن قادر، بن شالخ، بن عرفخشد، عرفخشد، بن سام، بن نوح. کنیش ابو العباس است و پدرش ملک بود، مادرش از فارس بود و نامش علمان هم داشت یا علما، و خضر را در یک بغاره گو زاییده بود. خضر پیغمبر بود یا پیغمبر نبود؟ او طرف یک کمک دیگه هم برات میگم. قول صحیح به نزد جمهور امیز که خضر پیغمبر نبود، عبد صالح بنده خدا بود. دلایل را انشاءالله باز برات میگم. تعدادی از علما نظر به دلایلی که دارن خضر را میگن یا خضر را میگن که پیغمبر بود. از جمله دلایلش یکی ایست، یک قرآن کریم میگه که و آتیناه رحمتا من لدنا، و رحمت مرادش میگه نبوت است. صحیح است؟ چیست؟ نبوت است. به دلیل چی نبوت است؟ میگه به خاطر که الله متعال در جای دیگه میگه که و ما کنت ترجو ای القا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، در سوره قصص. پس در اینجا از رحمت مرادش نبوت گرفته شده، ولی از این دلائل علما جواب میگه. و یا در سوره زخرف که میگه ایقسمون رحمت ربک، آیا اونا تقسیم میکنن نبوت پروردگارت را؟ رحمت مرادش نبوت است. دلیل دوم وعلمناه من لدنا علما، تقاضا داره ای که باید نباشه اینمی علم الله مگر بواسطه معلم. صحیح است؟ ولا با چیز رهنمایی یک مرشد که او چیز تا پیغمبر می باشه. و کل من علمه الله، هر کسی را که الله تعلیم داده باشه بدون واسطه بشر وجب و واجب است که یکون نبیان، که چی باشه؟ نبی باشه، میدانه امور را به وحی الله. سه دلیل، سوم آخری دلیل، قال موسی هل اتبعک، دمی آیت که میخوانیم قال موسی هل اتبعک
علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. پس پیغمبر از کس دیگه پیروی نمیکنه مگر اینکه چی باشه؟ پیغمبر باشه. پس این هم ثابتی را میکنه که گویا خضر علیه السلام چی بوده؟ پیغمبر بوده. و حب زهیلی بالاخره بعد از اینکه نظاره را میاره میگه راجح ایست که خضر علیه السلام پیغمبر نبود ولی او عبد صالح بود، قسمی که علمای عقیده و کلام ای را تقرید کردن. از این سه دلیل چی جواب است؟ از این سه دلیل علما اتر جواب میگه که استدلال به این ادله ضعیف است از چند جهت. دلیل اول، استدلال اول که میگفتن که رحمت نبوت است، رحمت چی بود؟ نبوت بود. پس رحمت الله و فرحمت الله وسعت کل شیء، رحمت الله در هر چیز وسعت شده. نمیشه که رحمت در هر جواب چی بگیریم؟ نبوت بگیریم، نبوت بگیریم، نمیشه. دلیل دوم، علوم ضروری اول ابتداءن از طرف الله است و این نیست که هر چیزی که در اونجا علمش از طرف الله نسبت شد او علم نبوت باشه. ان العلوم الضروریه، علوم ضروری تحصل ابتداءن، حاصل میشه ابتداءن از طرف الله و ذلك لا يدل على النبوه، این دلالت نمیکنه به نبوت. سه، اما دلیل سوم، هیچ معنی نیست که پیغمبر پیروی بکنه از کسی که پیغمبر نباشه در علوم که تعلق به نبوت نداره. اگر از خضر علیه السلام موسی علیه السلام پیروی کرده، بنا به این خاطر نیست که نبی است، پس در امور نبوت از خضر پیروی نکرده، در چیزهای دیگه الله متعال برش گفته که برو از خضر چه بکو؟ پیروی بکو. بعد از اینکه فهمیدیم که خضر پیغمبر یا بود یا نبود، اما قدر چیزی که ما براتون تانستم جمع بکنم، حیات خضر و وفاتش، آیا خضر آل زنده هست یا نه؟ آلی که باز در جایی رفتیم کسی که دست شکمک استخوان نداشت، باز میگم امرای ما چی آمد؟ میگه خضر آمد. سعیست؟ آیا خضر زنده هست یا وفات کرده؟ مثلی که در نبوت خضر علیه السلام علما اختلاف داشتن، امی قسم در زندگی خضر علیه السلام هم علما اختلاف دارن. اما پیش از اینکه ما دلایل دیگر را برات خلاص بگویم، این قبل بفهم که خضر علیه السلام وفات کرده، قول صحیح همیست که وفات کرده. جمهور علما به این رفته که خضر علیه السلام وفات کرده. نظر به این حدیث، پیامبر علیه السلام فرمود آیا شما را نشان میتون به این شبتان؟ فانه علی راس مئه منها، به خاطر که در سر هر 100 سال می باشه کسای لا یبقا ممن هو اليوم، که امروز هستن 100 سال بعد باقی نیستن. پس دای ممن عام است، خضر هم در بر میگیره. صحیح. پس خضر چی شده؟ وفات شده. علی ظهر الارض احد، نمیمانه بر روی زمین هیچ کسی پس از 100 ساله. الله خامخا او را از بین میبره، یگان تا یک سال و دو سال، یا میشه که تذکری خود غلط کنه نام چیز و یا یکی دور الله خامخا مر میته. بعضی میته، این البته قاعده کلیه نیست، اکثری است. بعضی کسا هست حتی ممکن آلیم باشه و الله اعلم، کسی را به ما گفته بود، یک کسی او دیده بودش، گفت که 270 سال عمر شده. گفت فعلا همه تو بلند وقتی که البته ما درس میخوانم دیگه نمیفهم که چقدر سقه بود نبود، خو مردکه کسی بود که شاید دروغ نگویه. فرقی میگه که یک طایفه از علما میگه که نه، خضر چیستا؟ زنده است. و ای گویا که از امو عین حیات، چشمه حیات، آب حیات آو خورده و تا وقتی که گویا سور اسرافیل دمیده میشه تا اموجه، تا امو وقت چیستا؟ زنده است. وقتی که شما خو یک گپ دروغ جعلی دیگه، زمانی که به شهدای صالحین برین در طرف که تمیم انصار میرین، در این طرفش باز یک جای از بنام چشمه چی؟ خضر. بازوی تو مشهور است که این چشمه داخل از رفتیم، این چشمه چشمه خضر است. خضر علیه السلام اینجا آمده بود، باز گوی اینجا آب پیدا نمیشد، چه رقم بود؟ بالاخره این کورکن در اینجا چشمه برآمد، این چشمه خضر است. اونجا خوب با 4 تا کیسه برو تجار جای پیدا شده، فقط اونجا میروند تو کرافتی دو داخل یا جیب تمی زنن، یا در اونجا رفت فقط مجاور گفته هو هو این خو زیارت است. کدام زیارت است؟ زیارت خضر علیه السلام. او بدبخت خضر علیه السلام این طرف هیچ نامده، اگر آمده باشم این چشمه ولو که چشمه خضر باشه به تو چی؟ صحیح. پس این کلش قصه است که چیستا؟ مثل زیارت سخی واره، کلش دروغ است.
یک مسئله مهم دیگه هم داخل از این بحث، آیا احکام شرعی با واسطه الهام ثابت میشه یا نمیشه؟ در آخر قصه خضر بعد از اینکه فیصله کردیم که خضر چی شده؟ وفات شده. ابن حجر عسقلانی، همین قسم تعداد دیگه محدثین و در این مورد ابن قیم کتاب داره و همین قسم در این مورد از جمله علمایی که از افغانستان است و زندگی میکنه در کراچی به نام انور بدخشانی. انور بدخشانی یک رساله خورترک داره، رسالهش پیش ما است به نام حیات خضر، به فارسی نوشته کرده، در اون مکمل تحقیقات علما را کلش ذکر کرده و آورده که خضر علیه السلام چی شده؟ وفات شده. از جمله دلایل بزرگ در وفات خضر علیه السلام همین است که زمانی که پیغمبر علیه السلام زنده بود، آمدن خضر به قسم بیعت امرای پیغمبر ثابت نیست. پس پیغمبر علیه السلام یک قسم به خدا است، اگر موسی هم زنده می بود خامخا می آمد امرای ما بیعت میکرد. پس خضر را کی دیده که آمده باشه بیعت کرده باشه؟ از بعض صحابه گویا ایتو نقل است که در یک مجلس گویا خضر آمد، ولی او را علما ضعیف می دانند. دومی که بعد از وفات پیغمبر علیه السلام در جنازش خضر حاضر نشده که آمده باشه جنازه پیغمبر علیه السلام را خوانده باشه. از این دلائل حافظ ابن حجر رحمه الله در فتح الباری استدلال میکنه که خضر وفات شده. عنوان دیگه ما که آخرین عنوان ما در این بحث بود که آیا احکام شرعی به اساس الهام ثابت میشه یا نمیشه؟ نه، الهام چیزی است و وحی چیزی. احکام شرعی فقط به اساس وحی ثابت میشه یا به خواب دیدن پیغمبرا، چون که خواب انبیاء علیه السلام مثل که ما در اصول تفسیر بیان کرده بودیم کلش چیست؟ وحی است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، سخن نمیزنن انبیا از هوا و هوس خود مگر آنچه که برشان وحی شده. قول درست نیست که احکام شرعی ثابت شود با اولیا با الهام. یک ولی خداست بگه بر ما اینی حکم ثابت شد، این حکم ولی است. ما از ولایت کس انکار نمیکنه. خب بار براتون گفتیم که از ولایت انکار کردن از نص قرآن کریم انکار کردن است. ولی را باید بشناسیم که کی است، صحیح است؟ و نیز که ولی شد دیگه پیغمبر شوند. در قلبهایشان قرطبی میگن، امام قرطبی میگن، گپ قرطبی را ما مکمل برای تمتر خلاص گرفتیم، نقل میکنم چه قشه که تو گرفتی چه قشه نگرفتی. و علی الجمله فقد حصل العلم القطعی، جمله یعنی در اختصار بالاخره کی را بحث میکنه، میگه حاصل میشه علم قطعی یقین به ضرورت، و فقط از جمله اجماع سلف و خلف بایز که این ثابت نمیشه مگر از طریق وحی لمعرفت احکام الله تعالی التي هي راجعه الى امره و نهی. امو احکام الهی به خاطر شناخت احکام الهی که برمیگرده به امر و نهی الله، ولا يعرف شيء منها، و هیچ چیز از این امر و نهی دانسته نمیشه الا من جهت الرسل، مگر از طرف کی؟ پیغمبرا. فمن قال، پس کسی اگر گفت، قرطبی میگه، امام قرطبی در تفسیر خود میگه ان هناك طریقا آخر، این طرف یک طریق یک راه دیگه است هم است، یعرف بها امره، که شناخته میشه به می طریقه امر الله و نهی الله، غیر الرسل، غیر از پیغمبرا. اون چیز بابا جانم میفهمه و خان جانم میفهمه و دیوانه جانم میفهمه که چیز تا احکام آمده علیه بالله، غیر الرسل. این کلام اصحی کنن خوب. فمن قال، پس هر کسی که گفت ان هناک، در اونجا این را کت خود بگیرین، خواه این را کت خود یاداش بگیرین، فارسیش فقط دو سه خط میشه زیاد نه. کسی که گفت، قرطبی میگن ان هناک طریقا آخر، در اونجا یک راه دیگه است، یعرف بها امره و نهیه، شناخته میشه از راه دیگه، یعنی الهام. یعنی چی؟ الهام، امر الله و نهی الله، غیر الرسل، غیر از راه پیغمبرا، بحیث یستغنی عن الرسل، به شکل که خود را غنی میسازه از پیغمبرا، فهو کافر، پس اینمی شخص کافر است، یقتل، کشته شوه، ولا یستطاب، طلب توبه هم ازش نشه. صحیح است؟ کسی که میگن که غیر از راه پیغمبرا یک راه دیگه هم به خاطر شناخت حلال و حرام امر و نهی موجود است و هیچ ضرورت به چی نیست؟ به ارسال رسول نیست، که تا دی مشکل
قرطبی چندین سال پیش با ما تو گفته، ولی به این مشکل ما تو هم سر میخوریم که از وحی تجربی چند بار ما برتان گفت ما الله قرطبی را جنت نصیب بکنه کی مسئله را او قدر وقت پیش بر ما صدها سال پیش بر ما گفته، دیگه تقریبا 700-800 سال پیشتر بر ما گفته، ولی آل که تزی مشکل ما تو سر میخوریم. میگه اگه کسی نمی رقم گفت فهو کافر، کافر است، یقتل و کشته شوه، ولا یستطاب و طلب توبه هم نشه، ولا یحتاج معه الى سوال و جواب، هیچ محتاج نیست امرای از این سوال و جواب، هیچ دیگه مناقشه امرایش به درد نمیخوره، کمی گیرش کدی خلاص. میگه که امو چی هست؟ میگه که دوای بد مرض بد نی؟ سعیز وقتی که گیرش کدی بکشش خلاص دیگه. ثم هو قول به اثبات انبیاء، باز قرطبی میگه که اینمی قول در حقیقت اثبات انبیاس بعد نبینا صلی الله علیه وسلم. اگر کسی همه تو دعوا میکنه که غیر از طریقه پیغمبرات دیگه طریقه هم به خاطر شناخت احکام است و ضرورت به طریقه پیغمبران است، در حقیقت میگه این چی کرده؟ نبی خود شده، پیغمبر خود شده. به اثبات انبیاء، به اثبات انبیاس بعد نبینا صلی الله علیه و سلم الذي قد جعله الله، امو پیغمبر را که الله خاتم النبیین گفته، فلا نبی بعده، پس نیست هیچ نبی بعد از او، و الرسول، و نه هم دیگر رسول بعد از او. و بیان ذلك ان من قال، کسی که گفت یؤخذ عن قلبه، گرفته میشه، یأخذ عن قلبه، میگیره از قلبش. قلب ما اینجا است، هر چی که در قلب ما گفت اونم است. اگر گفت نماز بخوان میخوانم، اگر گفت نخوان نمیخوانم. صحیح، ضرورت به این نیست که ما از احکام شرعی را از قرآن و حدیث بگیرم، هر چی که قلب ما برای ما گفت، اگر گفت برو خیر است امروز نماز نخوان نمیخوانم. صحیح، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، خلاص یقین ما آمده که الله است. و انما یقع فیه، هر آن چیزی که واقع میشده او، فهو حکم الله تعالی، دین در قلبش، اینمی حکم الله است. و انه یعمل بمقتضاه، ای عمل میکنه به مقتضایی که الله در قلبش انداخته. و انه لا يحتاج مع ذلك، احتیاط ندارم رای از این، الى کتاب ولا سنت، نه به کتاب الله و نه هم به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینمی شخص چی کرده؟ قرطبی میگه که فقد اثبت لنفسه خاصه النبوه، با تحقیق ثابت کرده بر خود امو نبوت خاصه را، که خودش پیغمبر است دیگه، یعنی خودش چی که قلبش پیغمبر است. صحیح، هر چیزی که قلبش گفت بکو میکنه، که گفت نکو نمیکنه. خبر نداره که قلب در اختیار کی قرار گرفته؟ شیطان قرار گرفته. فاین هذا، ای از اون جمله است که گفت پیغمبر علیه الصلاة والسلام، این روح القدس، یقینا جبرئیل امین، نفث فی روعی، در قلب ما انداخته، مثل که خی پیغمبر علیه الصلاة والسلام میگه که در قلب ما هر چی گشت وحی است، پس در قلب ازی هم وحی است، جبرئیل آمده در قلب ازی انداخته، لازم بالله خیام دیگه پیغمبر است. حدیث، گرچه حدیث علما ضعیف میگه، قرطبی جلد 11 صفحه 40 و 41، تفسیر قرطبی امیگه پیش بود دیگه. بیاین دیگه قصه خضر خلاص شد خو، تا که در قرنین میرسیم. و اذ قال موسى، یاد کنین وقتی را که گفت موسی علیه السلام لفتاه با مجوان یوشع بن نون، لا ابرحو، کامیاب نمیشیم، حتی ابلغ، تا که برسیم مجمع البحرین، دمو مجمع البحرین، منطقا که ما گفتم مجمع البحرین کجا بود؟ صحیح، خلاص دیگه. او امضی حقوبا، یا بریم یک زمان بسیار دور و دراز، حقوبا زمان طولانی، فلما بلغا، هر وقتی که اردو رسیدن، مجمع بینهما، دمو مجمع البحرین، نسیا حوتهما، فراموش کرده هر دوش امو چی را؟ ماهی را موجه حوتهما، فاتخذ سبیله، پس گرفت راه خود را موسی علیه السلام، فی البحر سربا مسلکن و منفذن، دوباره مو طرف رفت. در اینجا امو بود نه، وقتی که یوشع گفت بعد از سفر یک شب و یک روز که بیارنیم ماهی را بخوریم، گفو ماهی را خودمون پیش صخره مرا یاد رفت، گفت او نموج است که من نموج را کار دارم، پس مرا اموجا برسان. فلما جاوزا، پس هر وقت کیا رسیدن امی اردو، عبد پیش امو صخره جاوزا، قال گفت لفتاه موسی علیه السلام، با فتاش، با جوانش، آتینا غدا انا، اینی جس که استغفرالله، در این جس که یادش میاد، یا خرفتن. فلما بلغا، هر وقت که یا رسیدن، المجمع بین المجمع دم مجمع البحرین، نسیا حوتهما، فراموش کردن موحی ردمو، که مایی از امو گفتیم که از امو چشمه حیات آمد و خارق العاده بایی رسید، زنده شد، مایی پرید، بالاخره با از امو آب چیز مفصلی که نوشته میکنه، نظر به مو حدیث، تاقچه از یخ جور شد، مایی دوجه نهاده شد، یا رفتن.
فاتخذ سبيله پس گرفتن راه خود را فی البحر سربا در بغل بغل را بحر امتو رفتن مسلکن و منفذن فلما جاوزا هر وقت کیا رفتن قال لفتاه در جای دیگر است دیگر یک شب و یک روز تقریبا تیر شده آل موسی علیه السلام گشنه شده با یوشع بن نون میگه به خادمش که ای یوشع و یوشع بن نون از اولاده یوسف علیه السلام بود ها از اولاده کی بود یوسف علیه السلام بود آتینا بیار به ما غداءنا امونان ما را غداءنا لقد لقینا به تحقیق رسیدیم ما من سفرنا از من سفر ما هذا نصب بسیار مانده این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما ای حافظان دین ما ای وارثان انبیا حفظی کلامی با صفا بادا مبارک بر شما تفسیر قرآنی خدا درسی حدیثی مصطفی گویند به تو ای پارسا بادا مبارک بر شما این مجلس قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما ای حافظی خوشخان توی خوشخان و خوش الهان توی خواننده قرآن توی بادا مبارک بر شما قرآن کلامی آن خداست و ای از لسانی مصطفی است در سینه ای تو جا بجاست بادا مبارک بر شما این مجلسی قرآن